برف شدید 3 روز اخیر باغداران و کشاورزان را نگران کرده است. اما با گفته عالم ساحه کشاورزی سلیمان رحمتوف، این آب و هوا در کنار پیامدهای بد خوبی هم دارد. برف میتواند کمبود نمی در زمین را جبران کند و بیدارشوی درختان را تا اندازه عقیب پرتاید. درختان میبودند علاقه گل کرده باشند در حرارت مینوس 1 تا 2 درجه یعنی منفی 1-2 درجه بودند میتواند آنها هم برگ های نورسته و هم گل ها میتواند از سرما آسیب بینند و این هم وابستگی دارد با از شمال پناهی بودن آنها وابستگی دارد از دوامنوکی یعنی دوره سردی هم وابستگی خیلی زیاد دارد. سلیمان رحمتوف افزود که در چنین حالت نباید شاخ درختان را از برف تازه کرد، چون که برف همچون کرپا مخچه های درختان را گرم کرده از نابودی نجات می دهد. عطا خوجه رحمانوف اگرانوم باغ ملی راه نجات درختان شکفته را در دودمانی می بیند. راهی که مثال خنکی بسیار ده و بسیارتر وای میکنن دود می اندازند در باغ ها مثال وقتی که خنکی درجه بلند شوه در همون تگوی درخت ها کمتر وای هم خیلی دود اندختن ده همین ها وای می شوند. تاثیر خنکی هم گردونه همین دود می اندختگی همین فایده داره. برای همین باید که اگر درجه بلند شوه مثال گل کرده باشند اگر درخت ها یا که مثال برای پیشگیری حاصل نیست نشدنش باید در تگ هم درخت ها و اندختن کرد. هر جا هم مثال خیلی علاب نباشد و مقصد در خاص خوشوکت دود اندختن کرد هوای هم گه حسابی دود هوای قطعی هم تاثیر خنکی هم گردونه. در زمستان سال گذشته در پی سردی ها حاصل میوه های سوبتروپیکی با مثل انار و لیمو زیاد تلف یافت. فیضالله کلانوف باغدار باغ پرچم ملی میگوید که در ولایت های ختلان و سوخت برخی از درختان میوه دهنده علاقه گل کرده اند. شاید تقدیر آینده همین شفتالو، زردالو، بادام ممکن که در مورد کم استفاده شود. در همین منطقه که امروز در سراسر جمهوری ما اگر همین خنکی بیاد همین تر می شود. باغبان قربانعلی جلیلوف نیز با گفته های کلانوف موافق است. دیگر جوا اگر گل کاوشنا ولایت ختلان در اینجا زردالو گل کرده میگن با دوم اگر 2-3 گرادوس خنک شود میزنند میوه نمی شود. این سال با میوه کمچین می شود اگر بزنه شود. با اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان سردی ها تا 21 فوریه ادامه کرده هفته آینده نیز بارش برف پیش بینی می شود. خنکی سخت آخر زمستان در تاجیکستان حادثه نادر نیست. سال گذشته در عین چنین آب و هوا بیش از 90% حاصل انگور تاجیکستان تلف یافته بود.